سلام به شما بیننده خوب کانال کی بود. داریوش فرزیایی معروف به عمو پورنگ که بعد از انتشار ترک برادران لیلا توسط ساسی مانکن واکنش بسیار تندی نشون داده بود و باعث درگیری های لفظی و حواشیایی با این خواننده شده بود، روز گذشته در لایو مشترک با ساسی مانکن صحبت های عجیبی داشتند. با هم ببینیم و بعد از اون به بیوگرافی و حواشی ایشون بپردازیم. داریوش، ولی من این دیسترک تکوردک رو پخش میکنم ها، الانم نمیخونم امشب برای یا آهنگی برای ما بخون. چی بخونم؟ من دوست دارم امشب صدای گرمت رو بشنوم، کوتاه یه مصرع، اصلا دو بیت بخون. مامانو روی حسابه که میخوای بل بکنی، سمیه سمیه سمیه. ببین حالا تو یه دونه شاد بخون، بودو آقا خودش پود میدونه. بشکم. ببین ولی داریوش واقعا بچه ها گلن ها، میراث میگی به خودت، بچه ها واقعا فرشته های زمین. سلامتی، سلامتی خودت. داره ببین فقط این کامنت ها دارن اعصابمو خرد میکنه، هی نخون نخون، اصلا حوصله‌مو سر بردن. ما رفتیم. چرا نوشتین نخون بابا؟ بنده خدا بذار بخونه دیگه. چرا این کارو، چرا تو ذوق بچه مردم میسنی؟ حالا صدا خودت خیلی قشنگه گوگولی. داریوش فرزیایی متولد 1 مرداد ماه سال 1352 در تهرانه. اون در یک خانواده پر جمعیت و از پدر آذری زبان و اهل خلخال و مادر شمالی و اهل گیلان به دنیا آمد. به همین دلیله که عمو پورنگ در اجراهای خودش گاهی به زبانهای گیلکی و آذری صحبت میکنه. داریوش فرزیایی 5 برادر و 2 خواهر داره و فرزند ششم خانواده است. یکی از برادرانش سالها پیش بر اثر بیماری درگذشت. اون در 29 خرداد ماه سال 1393 پدرش رو از دست داد و عکس اون در کنار پدرش واکنش هایی رو در فضای مجازی برانگیخت. داریوش فرزیایی در حال حاضر مجرده و هنوز ازدواج نکرده، اما تا کنون چندین بار درگیر شایعه ازدواج با بازیگران زن شده که همگی اونها توسط خود این مجری کودک و نوجوان رد شد. یکی از اخبار وایرال شده درباره همسر داریوش فرزیایی با عنوان ازدواج عمو پورنگ با دختر دایی آمیتاپا چان بود که اون این مسئله رو در برنامه فرمول 1 به طور کامل شفاف سازی کرد. طبق گفته‌های خود عمو پورنگ، اون توسط یک پزشک ایرانی ساکن هندوستان با دختری هندی آشنا شد و صحبت‌هایی برای ازدواجشون شکل گرفت، اما به دلیل اینکه هیچ کدوم از آنها راضی به ترک کشورشون نشدن، ازدواجشون منتفی شد. ازدواج عمو پورنگ با نعیمه نظام دوست هم شایعه دیگه‌ای در مورد ازدواج عمو پورنگ بود که نعیمه نظام دوست در لایو اینستاگرامی خبر ازدواجش با عمو پورنگ رو تکذیب کرد. ازدواج عمو پورنگ با ملیکا شریفی نیا. دلیل این شایعه هم همکاری داریوش فرزیایی و ملیکا شریفی نیا در مجموعه گل و بلبل بود که به واسطه انتشار تصاویری از این دو در فضای مجازی شکل گرفت که ملیکا شریفی نیا این موضوع رو تکذیب کرد. داریوش فرزیایی از سال 1373 در سن 21 سالگی وارد صدا و سیما شد و فعالیت خودش رو با گزارشگری رادیو شروع کرد. بعد از اون در برنامه عصر جمعه با رادیو در تیپ‌های مختلفی ظاهر شد که شاخص‌ترین اونها گل پسر و ننه بلقیس بود. با برنامه اوما و شما که به کارتون‌های درخواستی بچه‌ها اختصاص داشت، وارد دنیای تصویر و تلویزیون شد. سال 1378 با مجموعه تورنگ و پورنگ بین بچه‌ها چهره شد و بعد از اون در ماه رمضان سال 1381 با اجرای برنامه کودک و نوجوان و اسم مستعار هنری عمو پورنگ بین مخاطبان کودک و بزرگسال محبوبیت یافت. اون به همراه امیر محمد در برنامه‌ای که صدا و سیما با همکاری اداره راهنمایی و رانندگی تدارک دیده بود به عنوان مجری و بازیگر ایفای نقش کرد.
این دو مجدداً با هم در برنامه‌های دیگه‌ای چون بوستان دوستان پورنگ و 1016 و کتابخانه عمو پورنگ همکاری‌هایی رو ادامه دادن. در این چند برنامه اون با افرادی چون امیر محمد متقیان در نقش‌های امیر محمد، گلدون خان، آقا نگهدار و آقا ممنون، محمد رضا خوارزمی در نقش‌های جوجه و دودو، امیر سهیلی در نقش سلطان و ابراهیم شفیع در نقش پهلوان پنبه همکاری داشتند و با آنها خیلی موفق ظاهر شدند. محله گل و بلبل تنها برنامه‌ایه که بزرگترین دکور برنامه کودک رو تا به الان با مساحت 1500 متر داشته که با مشارکت شهرداری تهران در 90 قسمت 45 الی 60 دقیقه تولید و بر روی آنتن شبکه 2 رفت. داریوش فرزیایی در برنامه 3 ستاره که به معرفی برترین های سال 94 در ویژه برنامه نوروز 95 پرداخت، به عنوان سومین مجری برتر سال 94 در کنار عادل فردوسی پور و رامبد جوان منتخب شد. در آذر ماه سال 1400 شایعاتی تحت عنوان اخراج عمو پورنگ از صدا و سیما منتشر شد که حواشی زیادی به دنبال داشت، اما این شایعه به سرعت توسط روابط عمومی صدا و سیما تکذیب شد. یکی از شایعات در مورد داریوش فرزیایی خبر مهاجرت ایشون از ایران بود که عمو پورنگ نسبت به این شایعه در اینستاگرام خودش واکنش نشون داد و نوشت: دروغ 13 به در شنیده بودیم، ولی الان 19 اردیبهشت و 1 ماه گذشته. فکر نمی کنید کمی دیر شده؟ یعنی خنده دارتر از این خبر تا به حال نشنیده بودم. بابا مردم خیلی گرفتارن. واکسن یک طرف، امتحانات حضوری یه طرف، تورم یه طرف. این وسط شما اومدین چی رو نوشین آخه؟ حداقل یه چیزی بنویسید مردم امیدوار بشن تو رو خدا. کانال تابار اینقدر عوض شد اومدیم کانال 2 بس کنی، همینطوری ما رو میبرن کانال 4 و کانال 3 و آخر میبرن بیرون. صبر کن ببینم، ولش کن، گفتم گل برو بشین سر جات. بچه‌ها عزیزای من خوب گوش کنید، از موضوع پرت نشه. آقای امیر محمد خدمت شما عرض کنم که راجع به بازی داشتیم صحبت می‌کردیم، این بازی‌هایی که داره شما میگه، همین بازی رایانه‌ای که داره شما میگه، یعنی ایشی بخوری به کول، لذت ببری بخوری به دیوار بری بالا، اینا هیجان‌های کاذب و الکیه. بازی‌های قدیم اینطوری نبوده ها. حالا از همش بگذریم، چی می‌خواستی بگی تو؟ یه برنامه نگاه کنی شما بچه‌ها، سرگرم بشین. بازی باید آدمو سرگرم بکنه، بازی باید آدم انجام بده که سرگرم بشه. و چی اینطوری نگاه می‌کنی؟ اما الان نه سرمون گرم بشه. به خاطر چی؟ حتما به خاطر برنامه که داریم اجرا میکنیم. آره نه خیر عمو جو، الان بهاره، تو بهار که نباید سرمون گرم شه، باید تو زمستون سرمون گرم شه که باید سرما نخوره. بله درست. نگاهش کن، نگاهش کن، تصویرش رو زایی شدم. آفرین. وایسا ببینم، وایسا. چی عمو جو؟ زایی شدم بازم. میگم حالا برای اینکه آبروم نره، بچه‌ها ببینید کارتون ببینید، من زایی شدم. بوشو چله ببینم، بوشو چله، بوشو چله، دست چله. مرسی که با این ویدیو هم همراه ما بودید. لطفا نظراتتون رو زیر این پست برای ما کامنت کنید و به جهت حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید. اگر تا الان عضو کانال کی بود نشدید، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و بعد از اون زنگوله رو فشار بدید تا از پست ها و ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید.